السلام علیکم بیننده های عزیز، برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیماً از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می نماییم. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رفت کارهای ساختمانی راه ماشینگرد کوچه قهاروف و تئاتر ملی تاجیکستان شناخته شدند. گزارش در این خصوص. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جریان کارهای از نوسازی کوچه عبدالاحد قهاروف شناس شدند. قابل ذکر است که از نوسازی را از خیابانی سعدی شیرازی تا درآمدگاه ناحیه رودکی در اساس نقشه گنرالی شهر دوشنبه صورت گرفته، برای حرکت واسطه های نقلیات، دوچرخه و پیادگردان مطابق به طلبات بین المللی شرایط فراهم آورده می شود. درازی را 6.6 کیلومتر را تشکیل داده، از دو سمت برای واسطه های نقلیات 8 خط حرکت ساخته می شود. در قسمت های علاهیده راه دو خط علاهیده دیگر برای نقلیات جمعیتی نیز پیش بینی شده است. همزمان با این 5 راه دو سطح مطابق به طلبات جهانی در بریش خیابان های سعدی شیرازی و حافظ شیرازی و در بریش کوچه های عبدالرحمن جامی با قهاروف، بریش کوچه های ابی با قهاروف و بریش کوچه های ساحلی با جنوبی با بنیاد پل ماشین گذر در بالای دریای دوشنبه ساخته با استفاده داده می شود. از نفسازی کوچه عبدالاحد قهاروف با طرح معماری موثر جهت اجرای سپارش رهبری دولت برای بشر پیشرفته تبدیل دادن پایتخت مملکت عملی می شود. عملی شوی چنین لایحه با 5 راه دو سطح و امکانیت های وسیع برای حرکت نقلیات، راه مخصوص برای نقلیات جمعیتی، دوچرخه و پیادگردان در شهر دوشنبه بار اول صورت می گیرد. ساختمانی را از خیابان سعدی شیرازی تا درآمدگاه ناحیه رودکی برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت حرکت واسطه های نقلیات و به معیارهای بین المللی مطابق گردانیدن امکانیت خدمت رسانی در ساحه راه و نقلیات مساعدت می کند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مسئولان و ساختمانچیان جهت بصفت بلند و در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی به اتمام رسانیدن کارهای باقی مانده دستور دادند. همچنین رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جریان کارهای ساختمانی تئاتر ملی تاجیکستان دیدن نمودند. بنای تئاتر ملی تاجیکستان از دو آشیانه زیرزمینی و 5 آشیانه روی زمینی عبارت بوده. طبق لایحه از 3 تالار کلان و تالار و اتاقهای سرشماری دیگر عبارت می شود. تالار اساسی آن دارای 2500 جای نشست و دو تالار دیگر، یکی دارای 1200 و دومی 1000 جای نشست بوده. آن همچنین دارای جای نشست ارکستر، دو صحنه پهلویی، صحنه پشت، اتاقهای مشق و تمرین و دیگر شرایط ضروری سطح جهانی می باشد. لایحه تئاتر ملی تاجیکستان با آموزش طرح بهترین تئاترهای کشورهای گوناگون جهان آماده شده، با تمام استانداردهای معاصر جوابگو می باشد. اسنای شناسایی محترم رستم امامعلی با متخصصان جهت در سطح صفت بلند اجرا نمودن کارها دستور و سپارش ها داده، ذکر نمودند که تئاتر ملی جمهوری تاجیکستان یکی از بزرگترین و زیباترین انشاءات ساحه در کشور خواهد شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با مسئولان دستور دادند که جهت بصفت بلند در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی با اتمام رسانیدن انشاءات مذکور تمام امکانات را سفربر نمایند. در ناحیه جلال‌الدین بلخی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی 340 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا به امروز 226 تای آن ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. گزارش سمندر شایف و اسکندر سعید. در دایره تدبیرهای آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه جلال‌الدین بلخی بنیاد 340 انشاءات به نقشه گرفته شده، تا امروز از این شماره 226 تای آن ساخته مورد استفاده قرار داده شده است که در عموم اجرایش آن 66.5% نقشه را تشکیل می‌دهد. بنابر معلومات ها در سال 2024 در ناحیه ساختمان و به استفاده دادن 59 انشاءات گوناگون خدمت رسانی پیش بینی گردیده است. نتیجه سعی و تلاش های مقامات اجرایی حکومت دولتی و صاحبکاران و سرمایه گذاران بود که تا امروز 63 انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفت که این در قیاس با نقشه 106.8% را در بر می گیرد. مورد ذکر است که برای تشکیل جایهای نوی کاری و پیشرفت وضع اقتصادی و اجتماعی ساکنان علاوه‌تن ساختمانی باز 174 انشاءات تعیناتشان گوناگون با نقشه گرفته شد که در مجموع این شماره به 340 عدد رسید. طبق اطلاع مسئولان بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی
حکومت دولتی عین زمان در ناحیه جلال الدین بلخی با جلب متخصصان صاحب تجربه ساختمان 84 انشاءات گوناگون خدمت رسانی با وسعت ادامه دارد. رهبریت ناحیه عزم دارند که تا آخر سال جاری 40 انشاءات دیگر را به اتمام رسانیده مورد بهره برداری قرار دهند. عین زمان در 84 بنا و انشاءات گوناگون کارهای ساختمانی با مرام رفته ایستاده است. اکثریت بناهای ساخته شده ایستاده در حالت انجام یابی است. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلال الدین بلخی، کمیته پدر و مادر و صاحبکاران محلی تا تجلیل جشن سلالت دولتی یک چند انشاءات گوناگون را ساخته به استفاده دهند. معارف از سوهای مهمی دولت محسوب یافته، با در نظر داشت طلبات روزافزون اهالی بر سیمخونه های ایلوبگی در نیم ساله اول سال جاری در نزد 7 مؤسسه تعلیمی 36 سیمخونه نوی ایلوبگی مجهز با اسباب و اشیای تعلیمی و بهترین شرایط علم آموزی ساخته با استفاده داده شد که برای تحصیل 1800 خواننده در دو بس شرایط فراهم آورده شد. بنابرای اطلاع، عین زمان در نزد مؤسسه تعلیمی رقم یک واقع در جماعت شهرک بلخ بنای ایلوبگی تعلیمی دو آشیانه عبارت از 20 سیمخونه در عرفه انجامیابی قرار دارد. امروزها کارهای ساختمانی در داخل بنا با جلب متخصصان محلی ادامه داشته، روزهای نزدیک رنگ و برکنی آن آغاز می‌گردد. مورد ذکر است که این بنای تعلیمی با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و کمیته پدر و مادران بنیاد و با استفاده داده می شود. بنای نوی تعلیمی با سیستم یگانه گرمی‌دهی پیوست بوده، تشبسکاران نیت دارند که ساختمان و آرایش انشاءات مذکور را در مهلت مقرر گردیده با مجهز گردانیدن اسباب و اشیای تعلیمی و بهترین شرایط علم آموزی برای در دو بس به تحصیل فرا گرفتن 960 خواننده مورد بهره برداری قرار دهند. با مقصد بهتر نمودن شرایط تحصیل در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه یک قطار کارهای نظررس به انجام رسانده شده است. پیش از همه برای با جای نشست تامین نمودن خواننده‌های مؤسسه تعلیمی در ناحیه در یک چند زمینه مؤسسه تعلیمی سیمخونه های ایلوگی با مرام ادامه دارند. کارهای آبادانی و سازندگی در سمت معارف، تندرستی، بناهای زمانوی با مرام رفته ایستاده است. صاحبکاران محلی و ساکنان ناحیه با یک روحیه بلند سازندگی کارها را برده ایستاده‌اند. همچنین در این شب و روز در جماعت دهات نوایی ناحیه ساختمان مؤسسه نوی تعلیمی عبارت از 6 سیمخونه در عرفه انجامیابی قرار دارد. این تدبیر مهم نیز با سهم کمیته پدر و مادران و صاحبکاران محلی عملی گردیده ایستاده است. ساختمان بنای ایلوبگی دو آشیانه در نزد مؤسسه دولتی تحصیلات تامکتبی رقم 6 در جماعت شهرک بلخی ناحیه از زمره دیگر انشاءات جشنی میباشد که با سهم مقامات اجرایی حکومت دولتی بنیاد مییابد. طور مسئولین اظهار داشتند، انشاءات مذکور در عرفه جشن استقلالیت دولتی مورد استفاده قرار داده می شود. کارهای ساختمانی از جانب ساختمانچیان با طرح و نمای معاصر صورت گرفته، آینده در آن 160 نفر کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند. قابل ذکر است که در دایره آمادگی به جشن پرشکوه کشور در ناحیه جلال الدین بلخی ساختمان بناهای بلند آشیانه استقامتی نیز پیش بینی گردیده. امروزها در زیاده از 10 انشاءات کارهای ساختمانی جریان دارد. طلبات ساکنان را به اینوبت گرفته در مرکز ناحیه جماعت شهرک بلخ از جانب صاحبکاران بناهای خوشطرح و زمانوی قامت افروخته ایستاده‌اند که نمای آنها به سیمای ناحیه حسنی دیگر میبخشند. در ردیف اقدامهای مهم سازندگی در ساحههای گوناگون خواجگی خلق ناحیه سالهای اخیر به رشد ساحه تندرستی نیز توجه ظاهر میگردد. با تشبس مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و جلب صاحبکاران و سرمایه‌گذاران در جماعتهای شهرک و ده بنیاد بونگا و مرکزهای سلامتی مجهز با تجهیزات معاصر طبی براه مانده شده است. در دایره اقدامهای آبادانی و سازندگی با استقبال جشن استقلال دولتی با دستگیری شریکان رشد در ناحیه جلال الدین بلخی بنای شعبه تولد عبارت از دو آشیانه بنیاد کرده شد. شعبه مذکور مجهز با تجهیزات جوابگوی طلبات جهانی روزهای نزدیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین بیمارخانه مرکزی ناحیه نیز
از جانب مقامات محلی پورا از تعمیر برآورده شده، برای فعالیت خوبی کارمندان ساحه با تمام شرایط معاصر مهیا گردانیده شد. سمندر شاهی و اسکندر سعید، ناحیه جلال الدین بلخی، اخبار. برنامه اخبار رو ادامه میدهیم. جنایت های متشکلی علاقمند به قاچاق و معاملات غیر قانونی مواد مخدر و سلاح آتش فشان به امنیت شخص، دولت، جامعه، گنفاد ملی و رشد اقتصادیات هر یک کشور خطر جدی ایجاد می نماید. مورد ذکر است که در جهان معاصر به علت استعمال مواد نشعه‌دار و بیماری نشعه‌مندی شماره زیاد شهروندان مخصوصا جوانان به هلاکت می رسند. اما با وجود این، گروه شخصان علاهیده منفیت‌جو نوابسته از منصوبیت ملی، نژادی و حیثیت اعتقادی همیشه در تلاش آنند که زندگی آرام و آسایشته مردم را قربان منفیت‌های شخصی و گروهی خود کنند. گزارش در این خصوص. جنایت‌های متشکل علاقمند به قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد مخدر و سلاح آتش‌فشان به امنیت شخص، دولت، جامعه، گنافند ملی و رشد اقتصادیات هر یک کشور خطر جدی ایجاد می‌نماید. مورد ذکر است که در جهان معاصر به علت استعمال مواد نشه‌دار و بیماری نشه‌مندی شماره زیاد شهروندان مخصوصا جوانان به هلاکت می‌رسند. در جریان فعالیت گسترده و بوسمری کارمندان ساختارهای قدرتی جمهوری تاجیکستان از جمله کمیته دولتی امنیت ملی هر سال از معاملات غیرقانونی هزارها کیلوگرم مواد نشه‌وار مصادره و برای پیشگیری پنجشوی منبعی آن به حدود دولت‌های آسیای مرکزی، فدراسیون روسیه و اتحاد اروپا صد استوار گذاشته می‌شود. ضمن گزاروندن چاره‌بینی های اپراتیو جستجویی از طرف کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در حدود شهر دوشنبه از ایان گروه متشکل جنایتی نشه جلاب برادران حاجی فاروق رشیدویچ لقبش فاروخی کفتربوس سال 1985 حاجی فرید رشیدویچ سال 1984 ساکنان شهر دوشنبه ناحیه سینا کوچه نوبهار خانه 954 و مزافیرف دیدارشا زیارتشایویچ سال 1963 زاده و ساکن ولایت مختار کوهستانی بدخشان ناحیه ونج جماعت دیهات عبداللهیف دهه باوود معلوماتش میانه اویلادار اعضای فعال گروه متشکل جنایتی ناحیه ونج بازداشت گردیدند. در هفته چاره‌بینی های تفتیشاتی معین کرده شد که نامبردگان از سال 2005 جانی با قاچاقبران افغانستان شریک جنایتی بوده، در حدود جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. رحیم جهانگیر به همراه اماکش اشور آورده اما مواد گشش گیرهیم افیون آورده که گیر باشده در کور نسته با ما همچنده گیرفتم جدات کردم بود زمانو که جدات کردم گرفتم همش جام کردم پریاد کردم بردم دا بانو پاولون گفتنی اودام بردم آخه دودم شد تموم. هنگامی از ازرگزارانی منزل استقامت برادران حاجیف و از مخفیگاه به مقدار 570 گرم مواد مخدر نوعی هشش، 30 دانه ماده پسیکوتروپی لیریکا، سلاح و لوازمات جنگی از قبیل یک عدد تپانچه تمغه مکارف، یک عدد تپانچه تمغه تولسکی، 3 عدد تیردون، یک عدد سلاح پنیوماتیکی، 2635 دانه تیرهای قدرشان گوناگون و 2 عدد کورد نیزه دریافت و مصادره کرده شد. در خانه پدرم شتگی بودیم که در روزا تختش در روزا را کشورم که دو کورکنیم ارگان بودن. گفتن که ما دودارت رو برادارت رو خبیریم خونه تونم میکویم. دودارم اووردن. دودارم از دست وای گریختنی بود. در همین حالات من کسیم گاز بالون چیلی رو برآورده در روی دو چشمشون دو نفرشون چوشیدم خونه را کفتن و سر کردن. دو پیستالیت یفتن و چند دونه تیر یفتن و نشک گشیش چی مقدار یفتن. پیستالیت هایی که ای خونه گریف کردن یکیش با من نومش دیدار جورم اما ایتش ای دیدار گرفتیم یا تشا با ای نورلو و ای کدام خریدیم. مزافیر دیدارشو از سال 2020 اینجانی با حاجی فاروق رابطه داشته با قاچاق و معاملات غیرقانونی مواد نشه‌آور و خرید و فروش یاروق و اسلحه دست داشت. مزافیر دیدارشو سال 2021 توسط برادرش مزافیر دلر در قید حیات نیست. یک عدد یاروق آتش فشان تپانچه تمغه تولسکی را در شهر دوشنبه دسترس نموده، بعدن طبق مسئولیت پیشکی آن را به حاجی فاروق با مبلغ 1700 دلاری آمریکایی فروخته است. سال 2021 فاروق با من مراجعت کرد که با من پیستالیت در کار است و من با واسطه تلفن با برادرم برآمدت گفتم که با فاروق هم پیستالیت در کار است و فاروق پول خوب میتید. بعد برادرم گفت اگر امکانیت باشد من یابم کارو بود میکنم. بعد از 10-15 روز برادرم به شهر دوشنبه آمد و در یک سمکر به من داد گفت که
اینا با فاروق زنگ زدم بگی بر کارش بود که من سمکر را گیزم فاروق زنگ زدم بردم در خانهش دادم و فاروق را گفتم که نرخش این $1,700 فاروق با من مبلغی داد. وابسته به حالت مذکور از طرف رئیس تفتیشات کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با دسترسی ماده های 195 قسم 2 و 200 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی ادامه دارد. ادامه برنامه اخبار. در شهر دوشنبه آزمونی اتستات آلای اونیورسیالی با مدال طلا و نقره و اتستات آلای رویوی با مدال طلا و نقره جمع بست گردید. ابراهیم نظرالله‌زاده همکار ما گزارش می‌دهد در این خصوص. امروز در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه آزمون اتستات اعلای اونیورسالی با مدال طلا و نقره اتستات اعلای رویوی با مدال طلا و نقره جمع‌بست گردید. در آن خوانندگان از همه شهر و نواحی مملکت اشتراک کرده دانش آزمایی نمودند. من غالب آزمون اتستات اعلای رویوی جمعیت گومانیتاری با مدال طلا میباشم. ما جوانان از استقلالیت دولتی، صلح و وحدت و پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان شکرگزاری می نماییم که برای ما جوانان چنین شرایط ها را فراهم ساختند تا که تحصیل نموده برای وطن ملت خود سهمگزار باشیم. غالبان آزمون اتستات اعلای اونیورسالی و رویوی که مدال های طلا و نقره به دست آوردند، آنها همه فن های برنامه تعلیمی تحصیلات میونه عمومی را در سطح اعلا از خود نمودند. در مراسم جنبست آزمون مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که معارف و علم در سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان یکی از سوهای افضلیتناک و کلیدی اعلان گردیده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن برآمدهای خود بارها گفتند که من در سیاست خود معارف را در جای اول میگذارم و در این زمینه تاکید نیز میدارند که کودکان بالایوقت ذخیره طلایی ملت میباشند. در این آزمون آن خوانندگان اشتراک نمودند که صنف نهم را با اتستات اعلی و امتحان های صنف 10 11 را با بهای 5 و رفتار نمونوی ختم کردند. من امروز گیرنده اتستات اعلی با مدال طلای رویه طبیعی ریاضی هستم و اولا مینداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما خوانندگان جوانان و نورسان چنین شرایط ها را برای پیشرفت ما مهیا ساختند. آزمون دو بخش را در بر گرفته. در بخش اول داوطلبان از فنهای زبان و ادبیات و ریاضیات امتحان سپریدند. این چنین داوطلبان اتستات اعلای اونیورسالی با مدال‌های طلا و نقره از 12 فن تعلیمی و داوطلبان اتستات اعلای رویوی با مدال‌های طلا و نقره از 6 فن تعلیمی امتحان سپریدند. مینداری خود را سرول با اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که چنین آزمون‌ها را بهره ما خوانندگان تشکیل کردند تا که ما دانش خود را باز هم زیاد و زیاد گردانیم. مینداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ضمن تشکیل کردن چنین آزمون ها و دستگیری ما جوانان می رسانم. مورد به قید است که چنین آزمون ها برای باز هم روش کردن و رو به علم و آموزش علم های دقیق گومانیتاری آوردن ما جوانان بسیار هم مساعد است. برای گزاراندن سنجش های فنی از حساب عالمان شناخته و استادان مؤسسه های تحصیلات میانه و عالی مملکت کمیسیه های فنی تاسیس داده شده بود. در فرجام به غالبان این آزمون سطح جمهوریوی با مدال و افتخارنامه های وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. یادآور میشویم که آزمون برای دریافت اتستات اعلای اونیورسالی از 22 تا 24 ایول سال روان دایر شده. مراسم جنبست آن 25 ایول در مکتب بین المللی پرزیدنتی در شهر دوشنبه برگزار گردید. ابراهیم نظرالله‌زاده، بهادر حسن‌زاده، شهر دوشنبه، اخبار. بیننده های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. شما رو با دیگر خبر گزارش شد. در نشر های منبعده برنامه های اطلاعاتی اخبار شما امروز همکاران ما آشنا می‌سازند. سلامت باشید تا بازدید.